هزار و یک شب. چون شب 631 برآمد، گفت ای ملک جوان، ملک شاپور لشکریان به جستجوی فخرتاج بفرستاد و اما قریب 10 روز راه همی سپرد. روز 11 گردی بزرگ پدید شد. چون قریب آن گرد بدید، امیری را از عجم فرمود که خبر آن گرد باز آورد. فرستاده اسب به سوی گرد رانده جویان شد. گفتند ما از قبیله بنی هتال هستیم و امیر ما سمسام ابن جراح است و 5000 سواریم و از بحر غنیمت همی گردی. فرستاده بازگشت و خبر به قریب باز گفت. قریب به مردان بنی قحطان و سواران عجم بانگ برزد که به جنگ آماده شوید. ایشان آماده گشتند و همی رفتند که اعراب برسیدند و الغنیمه الغنیمه همی گفتند. آنگاه قریب بانگ بر ایشان زد و گفت یا کلاب العرب، خدای تعالی شما را ذلیل و خوار خواهد کرد. پس از آن بر ایشان حمله کرد و نام خدای بزرگ بر زبان راند و از دین ابراهیم خلیل علیه السلام یاری جست. پس در میان آن دو گروه قتالی سخت و جنگی بزرگ واقع شد و تا هنگام شام یکدیگر را همی زدند و همی کشتند. چون تاریکی جهان را بگرفت، دلیران از هم جدا گشتند. قریب قوم خود را تفقد کرد. 5 تن از بنی قحطان و 73 تن از عجم کشته یافتند و از قوم سمسام بیش از 500 تن هلاک شده بودند. سمسام با خود گفت من در تمامت عمر قتالی چون قتال این جوان ندیده بودم که گاهی با شمشیر و گاهی با عمود مقاتله می کرد و فردا من در میدان با او مبارزت کنم و این جدال از میان بردارم. و اما قریب چون به میان قوم خود بازگشت، ملک فخرتاج او را ملاقات کرد و از وقوع این حادثه محزون و گریان و هراسان بود. پیش آمده رکاب قریب را ببوسید و به او گفت ای سر دلیران و ای سرور شجاعان، دست های تو شل مباد و دشمنانت روی خوشی مبیناد. منت خدای تعالی را که به سلامت از این ورطه باز آمدی و من بر تو بسی بیم داشتم. چون قریب این سخن بشنید، بخندید و او را دلداری بداد و به او گفت ای ملکی جهان، حراس مکن که اگر این بادیه از دشمنان مالامال شود، همه را به یاری خدای بزرگ هلاک کنم. فخرتاج او را سپاس گفت و به نصرت او دعا کرد و قریب از اسب فرود آمده گرد از رخسار پاک و دست از خون کافران بشست و پاسبانان به موکب گماشته آن شب را بخفتند. چون بامداد شد، هر دو گروه سوار گشته به میدان بر آمدند و نخستین کسی که اسب در میدان راند قریب بود که به کفار نزدیک شد و فریاد هلمن مبارز بلند کرد. از آن طرف دلیری از دلیران به مبارزت به در آمد و به قریب حمله کرد و او دبوس آهنین 20 منی در دست داشت. دبوس بلند کرده خواست که قریب را بزند. از او میل کرده به زمین آمد و
یک ذرا به زمین فرو شد و هنوز آن دلیر دبوس بلند نکرده بود که قریب عمودی بر وی زد و جبهه او بشکافت و روانش به سوی دوزخ شتاب. آنگاه قریب مبارز دیگر خواست. دیگری به مبارزت قدم نهاده کشته شد تا 10 تن از کافران به مبارزت برآمده کشته شدند. چون کافران شجاعت قریب را نظر کردند، طاقت نیاورده بگریختند. امیر ایشان در خشم شد و خود به مبارزت برآمد و در برابر قریب بایستاد و به او گفت: یا کلب العرب، تو را مقدار بدینجا رسید که مردان مرا همی کشی؟ قریب گفت: دهان فرو بند و دست به خونخواهی گشا. در حال سمسام به قریب حمله کرد. قریب نیز با دلی سخت‌تر از سنگ به مقاومت شتافت. هر دو با هم دلیرانه جنگ کردند و بیش از 70 تن در میان ایشان رد و بدل شد و هر دو گروه در مجادله ایشان حیران بودند که ناگاه عمودی از قریب بر فرق وی آمد و او را با خاک یکسان کرد. آنگاه قوم به قریب حمله آوردند. قریب بر ایشان حمله کرد و به آواز بلند همی گفت: هر کس کفر ورزد خار شد. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمیعی.